سلام، امین هستم همراه دوستم مهدی. با یه ریاکشن دیگه اومدیم خدمتتون. مهدی چطوری؟ خوبم امین جان، شما چطوری؟ منم خوبم. با آهنگی دفعه قبل گوش دادیم چطور بودی؟ آهنگ دویچلند از گروه رامشتاین. امین خیلی آهنگو دوست داشتم، از لحاظ ریتم صدای خواننده‌اش خیلی به دلم نشست و چندین بار گوش دادم وقتی تو ماشین با هم گوش دادی. و چیزی که در موردش خوندم، این گروه سال 1994 توی برلین تشکیل شده. سبکشون اندستریال متاله. اسمشون یه دونه ام اضافه داره که اشاره میکنه به حادثه‌ای که تو شهر رامشتاین تو آلمان غربی اتفاق افتاد و نزدیک به 80 نفر کشته شدن. اینطوریه در حال چیزی که من ازش خوندم. حالا یه چیز جالبی که من خوندم در مورد خواننده گروه به اسم تیل لیندمار که قهرمان شنای المپیک بوده. خب ببینیم امروز چی داریم. امروز از گروه شاینینگ یا آهنگ داریم به اسم The Ghastly Silence. بریم؟ برو بریم. معذرت میخوام ازتون بابت اینکه آهنگو ما پاز میکنیم به خاطر رعایت پروتکل‌های یوتیوبه. لینکشو میذاریم، میتونین دانلود کنین و گوش کنین. نه اصلا چرا اینطوری شروع شد؟ من خوشم نمیاد تا اینجا. بریم بذار متنش هم واسه بیارم. خب نظر چی بود تو؟ من خوشم نمیاد تا این تا اینجا که دوست داشت. اولش چرا آخرش نظرم عوض شد؟ البته اولش موزیک ملایم داشت که ریتمش بود، یه دفعه به سبب گرول فکر کنم داشت، چون کنم صدای خشت داره برای برند هم داشت. درست دیگه جا خوردن دیگه کم کم داری توی شناسایی سبک و نو خوندن دیگه مسلح میشه. چیزی که آدم تحقیق وقتی بکنه و علاقه پیدا میکنه صد درصد لذت بخش آدم. وقتی من قبلا یه بار تو برنامه قبلی هم بهت گفتم، قبلا فکر میکنم نفوش خارمادر دارم میدن، ولی الان دارم میبینم شعراشون معنی. آره نه شعراشون که آره شعراشون عمقشون و فهمیدم که این سبک خوندنا در واقع اعتراض. حس اعتراض که جای خود حس در واقع متن شعره نظر من. آره خب ما چون آهنگ رامشتاینی که گوش دادیم اونم متوجه نمیشدیم از متنش و اینا که کلیپشو با هم دیدیم دقیقا. تازه فهمیدیم که اصلا قضیه از چه قرار بود، داستان رو چه محوری بود. خب بریم جلوتر ببینیم چی میشه. نظرم تو عوض شد.
من فکر میکنم بعد دقیقه یک آهنگ بعدم گوش کنم دوباره. خب صدا یه ساز جدید چنیدین توشون؟ یه ساز جدید دارد. من نمیدونم چیه، فکر میکنم ساکسیفون بود، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. من سازش رو گفتم شیپور، ولی شیپور سازش تیزتره. آ نه احتمالاً ساکسیفون. ساکسیفون بله. خب نظر چی بود تو اینجا؟ خب بریم متنشو ببینیم. متنشو ببینیم، ببینیم این همه عصبانیت برای چه؟ میگه من چشمامو باز کردم اما چیزی نمیتونستم ببینم. یه حس عمیق درونی، داشتم که یه چیزی داشت نگاه میکرد. نمیتونستم تکون بخورم. نمیتونستم حرفی بزنم یا فرار کنم. یه وحشت بیوقفه بود و داشت میومد به سمتم. بعد از ظهر شد و اون حس ها همچنان بودن. صداهای نامعلومی که توی تاریکی دارم میخندم. ببخش ببین. از متن آهنگ چیزی داره حالا تسکیل شد؟ میخوای مرور دیگه باید؟ میگه چشام رو باز کردم، یه حس عجیبی داشتم، احساس میکردم این سیگاه میکرد. اون دو قطبیه توش هست دوباره، اون دو قطبیتی که داره، یعنی درگیریه. نمیدونم یه نفر یا چندی نفر. خب اون درگیریه هست. نمیتونستم حرفی بزنم، یه وحشت بیوقفه و داشت میومد سمتم و اون حسا همچنان بودن. بریم ببینیم. خیلی دوست دارم ریتمی که داره جلو میره، به نظرم خیلی جالبه. تا الان فکر نکنم ما موزیکی گوش دادیم این سبکو داشته باشه. ساکسیفون که هیچ کدومشون ساز دیگه ای نداشت تا الان، نکه گوش دادیم نداشت. فکر کنم نه، چرا سینتی سایزر هم تو فکر میکنم گروه اسلیپ نات بود. آره اسلیپ نات بود که یه سری سازهای عجیب غریبی داشتن. سازهای عجیب غریب کنون ساکسیفون نیست. آره یه ساز کلاسیکه. یه ساز عجیب غریب بیشتر توی سبک فکر میکنم بلوز و جاز بیشتر استفاده میشد. ولی من تفاوتی که تا الان تو این آهنگ دیدم، اینجا آهنگا جایی که خیلی خیلی گرور میخواست بخونه، خیلی زیاد میخواد درام تون بلون، ولی هیجان و عصبانیت رو طرف داره و خواننده داره با صدا شاشه. ملودی یه چیز ثابته. یه ریسم خوب فرض نشه خیلی متالایی که گوش داره بالا نیست خیلی که مثلا بخواد حالا آهنگ طولانی هم هست ببینیم. خب که آهنگ رو پاز میکنم و مجبور متاسفانه. خب میگه که صداهای نامعلومی که توی تاریکی دارن میخندن. اونا از یه تاریکی نفوذناپذیر حرف زدن، از نبودن روشنایی. من صدای نزدیک شدنشون رو میشنوم، یه بوی قدیمی که دنباله یه بوی تعفنشون اون سکوت که دنباله بوی تعفنشون اینه تیکه کامل.
اون سکوت مرگبار با من حرف میزند. حس میکنم یه نفر خود خودکشی کنه. من همچین حسی دارم. اون در واقع اون افکاری که قبل از خودکشی افکار داره میاد توی ذهنش. You can't hear. تو نمیتونی بخونی. میگه که اون سکوت مرگبار با من حرف زد، تو نمیتونی بخوابی، تو نمیتونی گریه کنی و نمیتونی بخندی تا وقتی که یک نفر بمیره. دقیقا همون مضمون خودکشی که تو داشتی در موردش صحبت میکردی. خیلی جالب با موزیکشون اینو به ما فهموندن. تو از متنش متوجه شدی، من بیشتر با موزیکش، چون میدونی که متال و راک و اینا بعد از اوج جاز و بلوز اومدن و یه الهاماتی از اونا داشتن، چون درام واسه اونا بود، سولو زدن درام و اینا واسه اونا بود. بعد و اینجا هم داره همون روندو میره، یعنی ساکسیفون، گیتار آکوستیکی که توش داره، یعنی داره پله جدیدی، حس من از موزیکش اینه که پله جدیدی رو داره به ما نشون میده. ببینیم گفتم دوست داشتم. شما میگی خیلی خوب بود، ولی من ای کاش خواننده نداشت. ملودیش خیلی بیشتر. ملودیش یه آره. ملودیش خیلی به من چسبید. خب میدونی من تو خب خیلی با این با سبک متال آشنا، چون اصلا آشنا نیستیم. به خاطر اون سازهایی که قبلا من اصلا جاز گوش دادیم ما. به خاطر همین
اون سازا بهمون کمک کرد. یعنی قطعا اگر ما یه آهنگ متالی باشه که توش کمانچه میزنن میشه فیوریت ما مورد علاقه. خب بریم که یه اطلاعات کوچیکی ازشون بدم. گروه شاینینگ یه گروه دپرسیو بلک متال سوئدیه، ژانرشون هم بلک متاله. بعد توی سال 2004 هم فکر میکنم بعد از اینجا نوشته بعد از آلبوم چهارمشون به نام سرمای وهم‌آور که قرار بود آخرین آلبوم گروه باشد اعلام دیسبند یا جدایی کرد سال 2004 هم فکر کنم. حالا اطلاعات با توی که چیز آنا خیلی اطلاعات داره. اتفاقا همین الان که داشتم تو سال دیگه این جمله اولی که در مورد موسیقیشون تو ویکی‌پدیا دیدم جلب توجه کرد. شاینینگ به طور کاملا واضح به ترویج خودکشی و استفاده از مواد مخدر می‌پردازد. اینم چالش تو که چرا این کارو می‌کنی؟ مرسی. مرسی. ما رو فراموش نکنین. سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. به دوستاتون معرفی کنین. آهنگی هم که اگه فکر می‌کنین دوست داریم و میتونیم به ما پیشنهاد بدیم ما گوش میکنیم.